حبیب محبیان و ناگفته هایی دردناک از زندگی شخصیش و سرنوشت عجیب و دردناکی که داشت، از ماجرای بازگشت غریبانش به ایران و مرگ و اتفاقات تلخی که در سالهای پایانی عمرش افتاد. تا پایان رو با ما همراه باشید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. حبیب محبیان، معروف به حبیب، زاده 4 مهر 1326 در شمیرانات تهران هستش. حبیب خواننده، آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا و یکی از موسیقیدانان صاحب سبک ایرانی بودش. اون در دهه 50 خورشیدی با آلبوم مرد تنهای شب به اوج شهرت رسید. جنس صدای متمایز حبیب، استفادهش از گیتار 12 سیمی و آهنگسازی متأثر از موسیقی راک غربی اون رو به عنوان یه هنرمند متفاوت توی مارکت موسیقی پاپ قبل از انقلاب ایران به مخاطبان معرفی کرده بود. حبیب در 4 مهر 26 در شمیرانات تهران به دنیا اومد. برادرش اهل موسیقی بود و به واسطه برادرش اون هم به موسیقی علاقمند شد. اما تنها خود حبیب بودش که به صورت حرفه‌ای توی خانواده‌شون موسیقی رو دنبال میکرد. اون توی یه خانواده نسبتاً پر جمعیت بود و 3 برادر و 2 خواهر داشت: منوچهر، منصور و محبوب، و مریم و عفت خواهر برادرای حبیب بودن. اون زمان برادراش خیلی اونو تشویق میکردن که کار موسیقیش رو با ویالون دنبال کنه و به صورت حرفه‌ای جلو ببره، ولی علاقه ذاتی اون به گیتار باعث شدش که در دوران نوجوانی با پیدایش گروه بیتلز اون به این ساز غربی خیلی علاقمند بشه و به صورت حرفه‌ای آموختن اون رو یاد بگیره. گروه بیتلز در دهه 60 میلادی در اروپا و آمریکا شهرت زیادی داشتن. همین باعث شدش که حبیب کارهاش یه مقدار تلفیق از کارهای بیتلز هم باشه. حبیب در شروع فعالیت حرفه‌ایش با پذیرفته شدن در آزمون صدا سیما زیر نظر مرتضی حنانه به فراگیری اصول و تدابیر آهنگسازی رو آورد. بعدها تونست به عنوان خواننده در تلویزیون استخدام بشه. اون بعد از 2 سال از استخدام در رادیو تلویزیون به خدمت سربازی رفت و در اونجا نیز خواننده باشگاه افسران بود. اون بعد از مدتی در اجرای آهنگاش از گیتار 12 سیمی استفاده کرد که یه جورای نوآوری در موسیقی اون زمان به حساب می اومد. حبیب تا به الان 2 بار ازدواج کرده. همسر اول اون شادی نام داره. احمد رضا فرزند بزرگ حبیب از همسر اولش هست که در حال حاضر در ایران زندگی می کنه. اما مرگ همسر اول حبیب مرگ دردناکی بودش. خودش اینجوری روایت میکنه که همسر شادی روزی توی خیابون پسیان که حوالی تجریش امروز میشه پاش پیچ میخوره و به علت اینکه بچه در آغوشش بوده به شکل خیلی بدی به زمین میفته. توی بیمارستان به دلیل حساسیت به آمپول پنسیلین اون متاسفانه از دنیا میره. تقریبا همزمان با فوت همسر حبیب، مادر اون نیز به علت حمله قلبی از دنیا میره. این 2 حادثه باعث میشه که در اولین آلبومش، یعنی مرد تنهای شب که در سال 56 انتشار پیدا کرد، بیشتر آهنگهای اون به یاد این عزیزانش باشه. آهنگ مادر، آهنگ خرس کوکی به یاد مادرش و آهنگ شهلای من و خواب سرخ بوسه ها رو به یاد همسرش و آهنگ نگاهم رو به یاد هر دوی این 2 نفر خونده بود که همین باعث شده بودش که آلبوم فوق‌العاده احساسی باشه و مورد استقبال هواداری حبیب قرار بگیره. همسر دوم حبیب ناهید نام داره که محمد محبیان که خواننده هست و همکاری‌های زیادی با پدرش داشته، ثمره ازدواج دوم حبیبه. بعد از وقوع انقلاب حبیب هم مثل خیلی از خواننده‌های دیگه خونه نشین شد. توی دهه 60 به دلیل ممنوعیت خوندن در ایران مجبور شدش که در سال 62 ایران رو ترک کنه. اون در سال 64 در لس آنجلس آمریکا ساکن شد و در سال 88 با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت خواستار حضور در کشور شد که با موافقت ضمنی و پذیرفتن رعایت برخی شرایط به همراه خانواده‌اش به ایران برگشت که این اتفاق نور امیدی توی دل همه خواننده های لس آنجلس نشین ایجاد کرد و امیدوار شدن که با ورود حبیب به ایران و شروع فعالیت های هنری اونها هم بتونن به ایران به مرور برگردن. ولی خب خیلی قضایا اونجوری که فکر میکردن پیش نرفت.
حبیب بعد از ورود به ایران به همراه خانواده‌اش در شهر رامسر گیلان در محله 400 دستگاه اقامت پیدا کردند که یه ویلا کرایه کرده بودن و توی اونجا زندگی می‌کردن. حدوداً یک سالی از ورود حبیب به ایران گذشته بود که ایشون در سال 89 درخواست خودشون رو برای دریافت مجوز انتشار آلبوم ارائه کردن و اعلام کردن که میخوان در ورزشگاه آزادی تهران کنسرت برگزار بکنن و خودش مدعی شده بودش که اگه این کنسرت حتی 10 شب پشت سر هم برگزار بشه من میتونم 100,000 نفر آزادی رو پر بکنم. توی اون زمان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به حضور حبیب در ایران گفت اینکه یه ایرانی بخواد فعالیتی در داخل و خارج از کشور داشته باشه مطابق چارچوب و قوانین آزاد و اصلا مشکلی نداره. فعالیت هنری در همه بخش‌ها از جمله موسیقی برای همه هنرمندان در داخل و خارج از کشور آزاد و برگشت افراد به ایران برای کسی مشکل ایجاد نمی‌کنه. اما در نقطه مقابل حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در سال 91 مصاحبه‌ای کرد و گفت خواننده هایی که به ایران بازگشتن هیچ کدومشون از وزارت ارشاد مجوزی نگرفتن و اون چیزی که ادعا میکنن فقط شایعه است و شنیده های خودشونه. بعد از ناموفق بودن حبیب در گرفتن مجوز و برگزاری کنسرت اون تصمیم گرفت که فعالیت هنریش رو به صورت زیرزمینی و غیر مجاز ادامه بده. اون چندین آهنگ و آلبوم غیر رسمی انتشار دادش که هیچ کدومش مجوز رسمی نگیره. حتی این وسط خیلی ها اومدن و از حبیب سوء استفاده هم کردن. نمونش سمیرزن بود که یه خواننده گمنام و ناشناس بود و به خاطر آقازاده بودنش مدعی شده بودش که میتونه مجوز فعالیت رو برای حبیب بگیره. اون حبیب رو مجبور کرده بودش که چند تا آهنگ دو نفره با اون بخونه و چند تا موزیک ویدیو براش تولید بکنه و حتی خانواده حبیب بعد از مرگش مدعی شدن از اونها پول هم گرفته. سمیر زن نوه یکی از مراجع تقلید بود و اسم خودش رو تغییر داده بود ولی نه تونست کاری برای حبیب بکنه و نه اتفاقی برای مجوزهای فعالیت حبیب صادر شدش. فقط این وسط یه سوء استفاده کرد و از طرف اسم حبیب تونست برای خودش یه شهرتی رو به دست بیاره که خب موندگار هم نبود و تو همون یکی دو سالی که با حبیب فعالیت میکرد مشهور بودش. در سال 93 حبیب در جاده ماسوله و شهرک تاریخی ماسوله در حال تولید و یک کلیپ و موزیک ویدیو بودش که از ترانه های خرچنگ های مردابی بود که توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد و به واسطه شهرت و همچنین عدم به همراه داشتن مجوزهای مربوط به ضبط فیلم به دادسرای استان معرفی شد تا روند قضایی معمول پیگیری شود. در پایان حبیب با تودی و قرار وثیقه متناسب آزاد شد اما برخی از سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیون اون موقع اعلام کرده بودند که حبیب توسط لباس شخصی‌ها و بیدلیل دستگیر شده. حبیب بعد از آزاد شدنش یه نامه سرگشاده نوشت و نامش رو با این جمله شروع کرد که من در سرزمین مادریم بدون دلیل بازداشت شدم و بدون دلیل هم آزاد شدم. حبیب در سال 93 کتاب مرد تنهای شب رو به قلم خودش انتشار داد و اون رو در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در همون سال ارائه کرد. این کتاب برگزیده از آثار و ترانه های حبیب در تمام سالهای فعالیتش به حساب می اومد. حبیب توی 7-8 سالی که در ایران فعالیت می کرد حاشیه های زیادی داشت و سعی می کرد توی همه مراسم های مختلف هم حضور داشته باشه. اون در 26 آبان ماه سال 93 برای عرض تسلیت به خونه مرتضی پاشایی رفت. توی مراسم ختم همسر بنیامین بهادری نسیم هم حضور داشته بود. اون همچنین در مراسم ختم علی طباطبایی بازیگر معروف هم حضور پیدا کرد. یکی از آخرین حضورهای حبیب در مراسمات رسمی سومین جشن موسیقی ما بود که در 18 مهر ماه سال 94 برگزار شد و حبیب مسئول اهدای جایزه به ناصر فرهودی بود و با تشویق حضار روی استیج اومد و یه جمله ماندگار گفتش که من هیچ وقت بدون گیتارم روی استیج نیومدم و الانم احساس میکنم که فلج هستم. امیدوارم یه روزی بتونم با گیتارم دوباره روی این استیج حضور داشته باشم. حبیب در سالهای پایانی عمرش متاسفانه از بیماری قلبی رنج می برد و در نهایت در ساعت 9 صبح جمعه 21 خرداد ماه سال 95 بر اثر ایست قلبی متاسفانه در ویلای شخصیش در روستای نیاسه کتالم
رامسر از دنیا رفت. حبیب در 68 سالگی توی خاک خودش در غربت کامل از دنیا رفت. بعد از درگذشت حبیب در روستای نیاسته رامسر، خانه موسیقی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد که مراسم تشییع حبیب از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا صورت بگیره. اما بعد از چند ساعت داریوش قانه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر اعلام کرد که مراسم تدفین حبیب در شهرستان رامسر و در امامزاده محمد تشییع میشه و در همین محل هم به خاک سپرده میشه. اما در نهایت در اقدامی عجیب و بدون برنامه پیکر حبیب در محوطه مسجد قدس رامسر به خاک سپرده شد. این به خاک سپاری در شرایطی صورت گرفت که حبیب هیچ گونه تعلقی به شهر رامسر نداشت و اصلا اونجا دوست آشنایی هم نداشت. فقط یه ویلایی رو توی سالهای پایانی عمرش در اون روستا کرایه کرده بود. حبیب یه سگ معروف به اسم بلکی داشت که همیشه همراه حبیب بود و همه جا در کنارش بود و همیشه حبیب خودش کارهای این سگ رو انجام میداد و بهش غذا میداد. بعد از مرگ حبیب در 21 خرداد ماه متاسفانه این سگ هم دیگه لب به غذا و آب نزد و از دست هیچ کس هم غذا نگرفت تا اینکه چند روز بعد از حبیب این سگ با وفا هم از دنیا رفت. حبیب در سالهای فعالیتش با هنرمندان زیادی از جمله لیلا کسرا، مسعود فردمنش، سعید قائم مقامی، بیژن سمندر، پاکسیما زکیپور، سیاوش قمیشی، معین منوچهر چشمازر، ناصر چشمازر، آروین خاکچیان و پسرش محمد محبیان همکاریای زیادی داشتش. آلبوم های مرد تنهای شب، سلام همسایه، بوت، آفتاب مهتاب، همراز، خورشید خانم، آخه عزیزم چی میشه، صف، بزن باران، کویر باور، خداوند، خانه کوچک، جوونی، خودشه، ایران بانو از جمله آلبوم های حبیب هستن. امیدواریم که روح این هنرمند خوب کشورمون در آرامش باشه. حتما نظرتون رو راجع به این خواننده قدیمی برامون تو بخش کامنت ها بنویسید و اگه با آثارش خاطره دارید اسم آهنگ یا آلبوم مورد نظرتون رو برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.